درود بر شما بیننده چالشی دیگر از تلویزیون ایران فردا هستید. محبوب مرادی هستم و در این نوبت از برنامه همزمان با سال مرگ قاسم سلیمانی به واکاوی این شخصیت و تبلیغات جمهوری اسلامی از او خواهیم پرداخت. 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد گذشت. قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس و مرد شماره 2 رژیم جمهوری اسلامی بود. او در سرکوب همه اعتراضات مردم ایران از تیر 78 تا آبان 98 نقش داشت. قاسم سلیمانی مسئول کمک به نیروهای شبه نظامی و تروریستی در خاورمیانه بود، از 8 شعبی و فاطمیون و زینبیون گرفته تا حماس و حزب الله. قاسم سلیمانی نقش مهمی در کشتار حدود 500,000 از مردم سوریه داشت، زمانی که هنوز داعش ظهور نکرده بود. ماجراجویی‌های او در منطقه را مردم ایران با تحمل تحریم و فقر پرداختند، اما جمهوری اسلامی از او چهره افسانه‌ای ساخته بود. کسی که در دفتر کار اوباما نفوذ داشت، کسی که به صورت پنهانی در صف نمازگزاران ابوبکر بغدادی نشسته بود. مدعی شدند که او داعش را شکست داد. او را سردار عارف و سردار ملی نامیدند، در حالی که او دشمن ملی‌گرایی ایرانی بود و منافع مردم ایران را برای تشکیل یک امت اسلامی قربانی کرده بود. همچنین او و همسرش در فسادهای بزرگ مالی هم دست داشتند. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی قادر به کوچکترین واکنشی نشد و انتقام سخت کشته شدن او را با شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی حامل مسافران ایرانی گرفت. با این همه، پس از گذشت 2 سال، ابراهیم رئیسی ترامپ و پومپئو رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین آمریکا را تهدید به ترور کرده است. به همین مناسبت در برنامه امروز با حضور آقای فؤاد پاشایی عضو حزب مشروطه، آقای شاهین نژاد پژوهشگر و دبیر گروه رنسانس ایرانی و بانو فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 همراه هستیم تا به شخصیت قاسم سلیمانی و تبعات کشته شدن او بپردازیم. درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه. سپاسگزارم که دعوت ما رو امروز پذیرفتید. اجازه بدید گفتگو رو با آقای پاشایی شروع بکنیم. جناب پاشایی، با تمام این توصیفات، آیا حذف قاسم سلیمانی، این شخصیتی که امروز برای همه ما مشخص هست که بوده و چه کرده، به سود مردم ایران هست امروز یا زیانی برای اونها داره؟ با عرض درود به همه شما و شرکت کنندگان در برنامه و بینندگانتون، طبیعی است که حذف سلیمانی از چندین جنبه میتونه به نفع مردم ایران باشه. اولین جنبه، جنبه مالی، پولی که او در بیرون از ایران برای گروه های تروریستی خرج میکرد، تلاشی که در سرکوب مردم ایران در چندین خیزش که ما دیدیم به حساب نیروهای خودش رو وارد به حساب میدان کرد برای سرکوب مردم، آوردن نیروهای غیر ایرانی به ایران و حضور اونها برای سرکوب مردم، این هزینه ای که به حساب نظری جهانی ایجاد میکرد برای به حساب که تشدید میکرد تحریم ها رو، چون هرچی که اون دخالت میکرد در امور کشورهای دیگه، هرچی که اون دخالت میکرد در مسائل تروریستی، طبیعی بود که هزینه شو مردم ایران باید به حساب در مسئله تحریم ها و مسئله به حساب انزوایی که برای دولت ایران ایجاد میشد پرداخت میکردن. طبیعی تمام اینها نشون میده که حذف سلیمانی به نفع مردم ایران است. حذف سلیمانی، نه تنها سلیمانی بلکه دیگر کسانی که در این مسیر قدم برمیدارن، اگر بودی پیش بیاید که اون رو امیدوارم به دست مردم ایران اتفاق بیفته، مطمئنا به نفع مردم ایران خواهد بود. سپاسگزارم از شما. جناب نژاد، پرسش بعدی رو که میخوام از شما بپرسم در مورد این تبلیغاتی هست که جمهوری اسلامی هم در زمان حیات این شخصیت و هم پس از مرگ اون در مورد او داشته و سعی میکنه یک شخصیت ملی و میهنی از اون به مردم ارائه بده. این در حالی هستش که ما به هر حال 43 سال هست شاهد این هستیم که دقیقاً هویت ایرانی، آنچه که به ایران گرایی برمیگرده، توسط جمهوری اسلامی به نوعی سرکوب شده. تاریخ پیش از اسلام، حتی پس از اسلام، اونجایی که به نوعی مایه مباهات مردم ایران هست رو سرکوب میکنن و در یک رفتار کاملا متناقض امروز میان و سراغ در واقع نکته همین ملی‌گرایی میرن برای اینکه از اون شخصیتی بارز بسازن. فکر میکنید که این تناقض از چیست و جمهوری اسلامی تا کجا میخواد با این تناقض پیش بره؟
درود بر شما و همه همیانان ارجمند. قاسم سلیمانی خوشبختانه 700-800 سال پیش زندگی نمی کرده، تو همین سالهایی که ما الان هستیم زندگی کرده و آنچه که گفته و آنچه که کرده از طریق رسانه ها مقدار زیادی هم بازتاب پیدا کرده. برخی سخنرانیاش اینجا اونجا هست، برخی تک و توک مصاحبه داشته هستش و قشنگ میشه به اونا استناد کرد. جمهوری اسلامی یک جریانی رو خواست به کار بگیره که اینگونه توجیه کنه که این حاتم بخشی هایی که در منطقه داره میکنه، ریخت و پاش هایی که میکنه و گروه های شیعه رو تجهیز میکنه و همه هم از کیسه ملت ایران و با هزینه بسیار زیادی که ملت ایران به خاطر تحریم و انزوا ناچار پرداخت بکنه، همه و همه به نوعی برمیگرده به حوزه تمدنی ایران بزرگ. سخنی که اگر جلوی خود قاسم سلیمانی هم میگفتید احتمالاً متوجه نبود که در مورد چی دارین سخن میگید. حوزه تمدنی ایران بزرگ آسیای میانه است که ما سالهاست به ترکیه واگذارش کردیم، حتی مناطق فارسی زبان ازبکستان، حتی تاجیکستان فارس زبان، و عملاً اونجا رو ما به ترکیه واگذار کردیم. در قفقاز که حوزه دیگری از تمدن ایرانی بوده، حوزه تمدن ایرانی بوده، در ارمنستان و گرجستان و جمهوری باکو ما عملا نقشی نداریم. آخرین افتضاحی هم که جمهوری اسلامی بار آورد عملا وادادن جلوی ترکیه و جمهوری باکو بود، شکست بد ارمنستان و دست بالا پیدا کردن ترکیه و عناصر پانترک در قفقاز. بنابراین در بخش دیگر از حوزه تمدن ایران هم ما عملا فلج شدیم. آریایی تباران عراق و سوریه و ترکیه که کردهای منطقه هستند با جمهوری اسلامی رابطه صمیمانه مطلقا ندارند و شما نزد بیشتر کردهای بیرون از مرزهای ایران نام جمهوری اسلامی رو میاری با کراهت ازش یاد میکنن. پس این حوزه تمدنی ایران کجا بوده؟ چرا این حوزه تمدنی ایران محدود شده به بندر سور و سیدا، مناطق شیعه نشین لبنان؟ چرا به حوثی‌های یمن محدود شده؟ اینکه ما یه دوره سوریه و لبنان و غزه رو تصرف کردیم در دوره فرض کنید داریوش و بعداً در دوره ساسانیان در دوره خسرو پرویز برای مدت کوتاه در اختیار داشتیم، اونجا رو جزء حوزه تمدنی ایران نکرده. حوزه تمدنی مردمی که یک همگرایی فرهنگی دارن، جشن‌های مشترک دارن، آرزوها و سنت‌ها و آمال مشترک دارن، دغدغه‌های مشترک دارن، سایگانی بودن و هنوز هم هستن که با اینها ما اشتراک تمدنی نداشتیم، در این حال میخوام مسالمت آمیز با هم هم زندگی کنیم. کاری که قاسم سلیمانی کرده کاملا همچنان که خودش بارها گفت، خودش هم هیچ وقت فیلم بازی نکرد، گفت من سرباز ولایتم و برای حفظ نظام و حفظ ولایت فقیه هر آنچه که لازم باشه در درون ایران و بیرون ایران میکنم. اینو بارها گفته، سخنرانیاش هست. شما نامی از ایران میبینید؟ دو بار ایران رو آورده بدون اسلامی نبوده. اصولا امثال قاسم سلیمانی به مفهوم و فرایافتی به نام ایران باور نداشتن، ایران رو فقط اسلامی میدونستن و فکر میکنم که آنچه که دختر ایشون انجام داد، عروس به هر حال آخوندهای شیعه شد در لبنان و رفت اصلا تو زندگی اونوری، و اخیرا هم که $2 میلیون هزینه کرده واسه یه ازدواج های موقت خانم های لبنانی با چریکای حزب الله، داره نشون میده که اینا واقعا ذوب دری امت اسلامی بودن و وصل پینه کردن سلیمانی و سپاه قدس با اهداف پیشبرد ایران در حوزه تمدنی ایران بزرگ واقعا یک جعل و یک دروغ بزرگ واسه خام کردن برخی که احساسات میان دوستانه دارن ولی در کنار اون احساس آگاهی درست ندارن. سپاسگزارم از شما. بله، این جمله رو ما بارها شنیدیم که از سران جمهوری اسلامی که میگن وطن آنجاست که اسلام هست، و این میتواند دقیقا نقطه تلاقی آن چیزی باشد که مردم ایران از هویت خودشون و میهن خودشون و تعریفی که از وطن دارند دیده بشه. خانم سپهری عزیز، شما در ایران هستید، البته حالا به واسطه فضای مجازی ما هم که از در خارج هستیم یک مدت کوتاهی است تماس نزدیکتری با هم میهنانمون در داخل داریم، اما
شما در آنجا به هر حال بیشتر لمس میکنید فضا رو. رابطه این شخصیت، این قاسم سلیمانی، با مردم ایران چطور بود؟ من خودم یادم میاد زمانی که در ایران بودم آنچنان فصل مشترکی بین من جوان ایرانی با او نبود و به هر حال بعدا هم دیدیم در بر اساس اصلا گفته های خود جمهوری اسلامی که این فرد در سرکوب مردم ایران در تیر 78، در جنبش سبز، در آبان 98، چند وقت قبل از اینکه کشته بشه، نقش پررنگی داشته. او چه کاره بوده، چه رابطه ای داشته با مردم ایران؟ دقیقا با سلام به شما و مهمانان برنامه. آقای سلیمانی همونجور که بقیه دوستان گفتن، رابطهش با خامنه ای و اونهایی که اونو سر کار آورده بودن بود. اون رابطه دوستانه با مردم ایران نداشت و بیشتر وقتها هر کاری که در داخل ایران اتفاق می افتاد به نوعی نبود مثلا رد و آثار آنچنانی از ایشون. از همون اعتراضای دانشجویی در 78 و یا بعدش که باز اتفاق افتاد سال 88 و تا زمانی که فوت کرد، حالا کشته شد، اینا چندین مرحله پیش اومد که ایشون نقش داشت، ولی به نوعی میگفتن ایشون در خارج از ایران داره جلو داعش رو میگیره و در داخل ایران نقشی نداره. و در 98 که کشته شد، در بهمن 98 محمد علی عزیز جعفری که فرمانده قبل سپاه بود آمد تویت زد و گفت که در تمام این مراحلی که اتفاق افتاد در کف خیابان، این اصطلاح رو به کار برد و نامه‌ای نوشته شده بود در زمانی که دانشجویان در سال 78 اعتراض کرده بودند، از جمله اون فرماندهان سپاه که اومدن و به نوعی تهدید کردن، التیماتوم دادن به خاتمی که یا این اعتراضات رو جمع کن یا خودمون وارد این خیابون ها میشیم و مردم رو سرکوب میکنیم. از جمله یکیش از اونهایی که امضا کردن قاسم سلیمانی که بعد از کشته شدنش دوستان هموطنش، دوستان خودش اعتراف کردن، از جمله فرمانده سپاه و بعد غضنفرآبادی که دادستان بود، اونم آمد گفت که اگر که ما انقلاب رو حمایت نکنیم، هشت و شعبی، نمیدونم فاطمیون، زینبیون و اینا رو کی سازماندهی کرد؟ اینا رو قاسم سلیمانی در خارج از کشور، در کشورهای دیگه اینا رو آماده کرده بود و برای سرکوب. و خیلی وقتا ما اینا رو به وضوح دیدیم در کف خیابون که مردم رو به گلوله بستن. پس قاسم سلیمانی با مردم ایران رابطه دوستانه ای نداشت. قاتل و مقتول بودیم ما در مقابل قاسم سلیمانی و امثال قاسم سلیمانی. درسته. سپاسگزارم از شما، چه تعبیر جالب و جذابی خانم سپهری. ما با اینها رابطه قاتل و مقتولی داریم. سپاسگزارم از شما. جناب پاشایی، قاسم سلیمانی خب مشخصا میگن دیگه شخص شماره دوی جمهوری اسلامی بوده و زمانی که تصمیم گرفته میشه برای نابودی او، حتی عده‌ای در خود دولت ترامپ هم با کشتن اون مخالف بودن و دلیلش رو هم این میدونستن که خب با کشتن یک همچین شخصیتی که از او حالا عده‌ای با عنوان جنرال هم نام بردن، میتواند آتش یک جنگ بزرگی در خاورمیانه روشن بشه و به هر حال تبعات بسیار جبران ناپذیری داشته باشه. که دیدیم نه تنها نیفتاد، بلکه خاورمیانه دوران ترامپ یک امنیت و یک آرامش نسبی بیشتری نسبت به آنچه که در دوران اوباما و یا حتی بایدن بود داشت. چرا جمهوری اسلامی علارغم این شعارهایی که داد، وعده انتقام سخت داد، امروز خودش رو محدود کرد، یا حالا بعد از مرگ سلیمانی خودش رو محدود کرد به این صرفاً آمریکا باید از منطقه خارج بشه و اون چیزی که میخواست به نوعی حال بسیجیان ایران جمهوری اسلامی رو خوش بکنه و خوب بکنه،
اون انتقام سخت رو نگرفت. چی بود داستان؟ به طور شد که نمیتونه در واقع وارد یک همچین کارزاری بشه جمهوری اسلامی؟ در حقیقت من متقدم بخش آمریکایی اینقدر که دولت آمریکا چه اینجوری فکر میکنه باید برگرده به لابی های جمهوری اسلامی و همکار نایک که تلاش میکنن در دولت آمریکا و در بین دولت مدان آمریکا این تفکر رو ترویج بدن که جمهوری اسلامی باش درگیر نشید، با او بهتر دست بیخه نشوید با قول معروف، اگر بشید اونها میتونن انتقام بگیرن، اونها میتونن بهتر وارد معرکه بشن. ولی حقیقت این است که آمریکایی ها به نظر من خیلی فرهنگ اسلامی و فرهنگ منطقه رو نمیشناسن. فرهنگ اسلامی به نظر تامجه که من میتونم توضیح بدم فرهنگی است که در برابر زور تسلیم میشود و در برابر بسیار ضعیف گردن کلوپ قلچمار میشود. ما دیدیم که وقتی که سلیمانی رو حذفش کردن تمام شعارهایی که دادن تو به کنار، ولی اون جانشینش در دوران آخر در ماه‌های آخر دوران آقای ترامپ رفته بود به عراق و بالحق باشد وقتی صحبت کرد گفت آقا چند ماهی صبر کنید، دست تکون ندید، این مردک در آمریکا آدم دیوانه است، بلا سر ما میاره، بذاریم این بره، بعد که این رفت اونی که میاد آرومتر ما اون موقع زور میرسه. ولی این نشون میده که اینها هر طور زور ببینن جا میزنن و هر جا که به حساب ضعف ببینن به حساب خودشون رو عرضه میکنن در صحنه. این طبیعت مذهب بگم لات میگم لات هاست، لات ها اصولا اینجوری هستن. شما ببین جمهوری اسلامی در هر کجا که وارد شده، چه در لبنان، چه در حساب عراق، چه در جای دیگه، همیشه به حساب نه بخش روشنفکر، نه بخش آکادمیک، نه بخش تحصیل کرده جامعه را سر تحصیل کرده، بلکه لومپنها و لاتها رو جمع کرده. شما وقتی کسی در عراق یا در یمن یا با ما 300 دلار 400 دلار خودش رو در اختیار جمهوری میذاره، شما خب ببینید چه بخشی از جامعه میتونه باشه. طبیعیه که بخش آکادمیک تحصیل کرده روشنفکر آگاه جامعه نیست. لات های کنار خیابون که به حساب معطلن برای گرفتن 300 دلار اسلحه دست بگیرن وارد کار بشن شروع کنن آدم های دیگر رو کشتن. و وقتی که به حساب این اتفاق افتاد ما در این حال فراموش نکنیم سلیمانی از کجا میاد. تاریخچه خودشون میگه که جمهوری اسلامی میگه وقتی انقلاب شد سلیمانی در سن 19 سالگی کارگر به ساختمانی بود. در سن 21 سالگی که جنگ ایران عراق شروع میشه او فرمانده لشکر کرمان میشود. یعنی یک سمتی که در حالت عادی در هر ارتشی یک نظامی بعد از 30 سال 25 سال خدمت در ارتش میتونه به فرمانده لشکر برسه. یک آدم رو در سن 21 سالگی با 2 سال سابقه خدمت کرد، 2 سال یعنی 2 سال یعنی در حقیقت سربازی رفته و برگشته، این رو فرمانده لشکر کرمان میکنه. طبیعیه که اون جنگ باید اون مقدار کشته بدهد، برای که این نوع آدم ها جنگ رو فرماندهی کردن، برای که این نوع آدم ها با این تجربیات اون جنگ رو فرماندهی کردن. در این شما با این تیپ نظامی طرفی، شما وقتی در مورد سپاه صحبت میکنین شما در با یک بخش نظامی تحصیل کرده آکادمیک دانشگاه رفته طرف نیستین، با یک بخش لات کف خیابون طرفی. ما هممون میدونیم وقتی انقلاب شد کمیته های انقلاب در محله های ایران حساب نه پیدا شد، جوان های رفتن در این کمیته ها شرکت کردن با اینکه نظم در شهر برقرار کنن و بعد دو سه ماه جوان های ساده تحصیل کرده دانشجویان از این کمیته ها ریختن بیرون و فقط لات ها این کمیته ها رو به دست گرفتن. که فراموش هم نمی کنید وقتی که سفارت آمریکا رو اشغال کردن ماشاءالله قصاب طبق گفته خود دولت ایران ماشاءالله قصاب نماینده دولت ایران بود که رفت سفارت آمریکا رو به عنوان نماینده کمیته پس گرفت. همین تیپ ها بعدا شدن به حساب سپاه رو تشکیل دادن و شدن فرماندهان سپاه. این درود در جایگاه بود در رژیم گذشته خود به حساب جمهوری اسلامی و وابستگانش و عواملش میگن که فرماندهان نیروهایی که در قبلا در ارتش ایران خدمت میکردن هر کدومشون 3 تا 4 تا دکترا داشتن از 3-4 دانشکده نظامی بزرگ دنیا، به 3 زبان یا 4 زبان زنده دنیا صحبت میکردن. خب ما اینا رو برمیداریم امثال سلیمانی که به حساب شاگرد کارگر ساختمانی بنا بوده رو میاریم میکنیمش فرمانده سپاه قدس. خب شما از یالا چه توقع داریم؟ جد این که مثلا در هر کجا که میگه لات ها رو استخدام کنه دنبال خودش مقدار لات بی سر پا رو بندازه بهشون پول بده و اینا رو تحریک به آدم کشی بکنه. ولی وقتی که در عراق حذف میشود
کسی فقط کافیست که اون ارتباط پولی با عراق قطع بشه، اون ارتباط مالی که به اونها میاد قبل اعتقادی وجود نداره، ایمانی وجود نداره، باوری وجود نداره، اونها فقط برای پول کار میکنن. خود به حساب رهبر حماس در ویدیویی که در یوتیوب وجود داره گفت ما وقتی به ایران رفتیم روز برگشتمون قاسم سلیمانی به چندین چمدون پول نقد برای ما آورد به فرودگاه، برای ما چون جا نداشتیم فقط تونستیم 20 میلیون دلار شما خودمون ببریم، باقیشو بهشون پس دادیم. یعنی شما ببینید این آدم از شکم زن و کارگر و به حساب معلم ایرانی پول رو میکشه بیرون و 20 میلیون تحویل یک همسی میده که آقا برو در اونجا مثلا شورش را بنداز، جنگ را بنداز، بمب بزن، موشک بزن، مردم دیگر را بکش. همین رفتاری بود که ایران در عراق کردن، همین رفتاری بود که در سوریه کردن، همین رفتاری بود که در اسرائیل کردن. من معتقدم جمهوری اسلامی لزوم نداشت بعد از به سر کار آمدن رفتار درستی داشته باشه، فقط کافی بود رفتار غلط نداشته باشه و قبار رژیم گذشته فقط میخورد. آن سیاستی که اون ایجاد کرده بود، رژیم گذشته در منطقه، دوستی که در منطقه ایجاد کرده بود، به آسایش که در منطقه ایجاد کرده بود، به اعتبار و آبرویی که ایجاد کرده بود، ولی متاسفانه سلیمانی و دوستانش و یارانش و همفکرانش تمام اون آبروها رو به بردن، تمام اون احترامات رو به بردن و ایران رو تبدیل کردن به کشوری که هرچو اسمش میاد فقط با تروریسم، با آدمکشی و با به حساب به هم ریختن آسایش و امنیت مردم خودشون و کشورهای دیگه به حساب باش برخورد میکنن و ازش یاد میکنن. بسیار عالی. جناب نژاد، آقای پاشایی از به هر حال سیاست های این فرد و به نوعی رفتارهایی که در خاورمیانه و با شبه نظامیانی که داشته به هر حال صحبت کردند. یک نکته‌ای که حالا خیلی اشاره کمی هم بهش میشه، یعنی اونطور که من نگاه میکنم خیلی جمهوری اسلامی روی این قضیه آنچنان مانوری هم نمیده، اما در لیست افتخارات این فرد می‌نویسند که او جلوی داعش ایستاد و داعش رو شکست داد و حالا در همون زمانهایی هم که این مطرح شد دو خامنه‌ای هم آمد و به نوعی شاد باش گفت به قاسم سلیمانی بابت شکست داعش، ولی خب ما یادمون هست که ابوبکر بغدادی رو به هر حال در همون زمان ترامپ بود که به نوعی در یک فعالیت انتحاری از بین رفت. آیا واقعا این شخصیت، این قاسم سلیمانی، کسی بود که توانسته بود داعش رو شکست بده و آیا امروز اکنون در اطراف ایران داعش از بین رفته کاملا؟ یکی از دروغ‌های بزرگی که مقدار روش مانور داد جمهوری اسلامی این بود که قاسم سلیمانی داعش رو شکست داد. برآمدن داعش در سال 2014 و بعد تصرف مناطق بسیار بزرگی در عراق و سوریه در سال 2015 تا حدوداً اواخر 2016 داعش یک سوم خاک عراق رو در اختیار داشت، بخشای بزرگی از شرق و شمال سوریه رو در اختیار گرفته بود، همزمان هم با ارتش بشار اسد می جنگید و هم با گروه های اپوزیسیون سوریه می جنگید و در عراق ببینید چقدر نیروی مسلح در اختیار یکی مثل قاسم سلیمانی بود و نتوانست عراق رو نجات بده تا هنگامی که نوامبر 2016 ترامپ انتخاب شد، آخر ژانویه 2017 رئیس جمهور امریکا شد و در همون ماه فوریه با پوتین صحبت کرد و از ماه مارچ توافقاتی که پوتین و ترامپ کردن بساط داعش رو ظرف دو ماه جمع کرد. شما در وسط سال 2017 میبینید داعش شهر رقه رو در سوریه از دست داده، موصل رو در عراق از دست داده و کل مساحتی که در اختیارشه 2% مساحتی است که در پایان دوران اوباما در اختیارش بوده. 2% یعنی آب میشه داعش. با هماهنگی روسیه و آمریکا هم منابع مالیش قطع میشه و هم از زمین و هوا میزننش. حالا تا پیش از این آقای سلیمانی چرا داعش رو شکست نداده بود؟ در عراق ببینید چه نیروهایی با داعش میجنگیدن. 150 هزار تا حشد شعبی بسیج عراق که با پول جمهوری اسلامی ساخته شده بود، حدود 50 هزار تا جیش المهدی که گروه مسلح مقتدی صدر بود که گروه شیعه بود،
حدود 50 تا 60 هزار تا پیشمرگ کرد از حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میانی کردستان و ایزدیا که اینا هم با داعش می‌جنگیدن، 140 هزار نفر نیروی زمینی ارتش عراق که اینا هم با داعش می‌جنگیدن. افسون بر این نیروها که من جمع زدم چیزی دور و بر 400 هزار تا نیروست، پشتیبانی هوایی نداشتن، نیروی هوایی عراق به اینا پشتیبانی میداد، هلیکوپترهای توپدار داشتن میزدن. داعش برآورد دیگه داره بین 20 تا 30 هزار تا نیرو مسلح داشته در عراق و در سوریه و در لیبی. اگر حساب کنیم چیزی دوباره 20-25 هزار تا در عراق و سوریه بودن بدون پشتیبانی هوایی، آقای سلیمانی با 300-400 هزار تا نیروی هماهنگ با خودش با پول اوورتی که از جیب ملت ایران هزینه میکرده نتوانسته بوده 20-25 هزار تا چریک داعشی غیر حرفه‌ای بدون پشتیبانی هوایی رو از موصل و از شمال عراق و از شرق سوریه بیرون براند. تمام دوران اوباما داعش فقط گسترش پیدا کرد. در آغاز دوره هماهنگی‌هایی که با پوتین میکنن قال قضیه رو میکنن، هم مسئله سوریه تمام میشن مسئله عراق. ما فقط کافیست به سیر رخدادها نگاه کنیم، لازم نیست که شعورمون رو تعطیل کنیم و به تقاد جمهوری اسلامی دل بسپاریم. کافیست نگاه کنیم سیر وقایع، سیر رخدادها و زمانی که رخ داده و بعد چی میشه. یه دفعه ترامپ میاد، حالا با پوتین توافق میکنه، داعش محو میشه، آخر سال 2017 که دیگه داعشی نیست، خامنه‌ای میاد اونجا یه مانوری میده و شادباش میده به قاسم سلیمانی که آفرین کار بزرگی کردی. فکر کنم خودشون هم خندیدن به این مطلب. و من چیز دیگری که میخواستم در مورد آقای سلیمانی بگم این است که از او به عنوان نابغه نظامی یاد میکنه جمهوری اسلامی. شما با 300 400 هزار تا نیرو، براتون شمردم کدوم نیروها در عراق، نتوانستی بودی دو سال و نیم سه سال یه نیروی 20 25 هزار نفره بدون نیرو هوایی رو شکست بدی. شما اسم اینو میذاری مارشال رومل ایران. شما به عنوان کسی که ازت یاد میکنن به عنوان نابغه مسائل امنیتی و اطلاعاتی، الفبای مسئله امنیتی اطلاعاتی رعایت نمی‌کنی. آقای سلیمانی با مهدی المهندس فرمانده هشد و شعبی و 8 تا 10 تن دیگه از فرماندهان سپاه قدس و هشد و شعبی تو دو تا خودرو در نزدیک فرودگاه میزنه پهباد امریکایی اینا رو. کجای دنیا چند تا فرمانده و معاونینشون با همدیگه یه جا حضور پیدا میکنن به طور فیزیکی؟ اونم وقتی میدونن که احتمال بسیار زیاد دشمن دنبالشون کنار بزنه. اسم این نبوغ اطلاعاتی امنیتی است. هنری که آقای سلیمانی داشت این بود که بدون محدودیت در اختیارش بود، آدم نترسی هم بود، این پول رو ور میداشت، کسی هم ازش بازخواستی نمیکرد و پخش میکرد. شما در هر جای دنیا پول پخش کنی صاحب نفوذ میشی. خاورمیانه به طریق اولا، به خاطر اینکه وضعیت خرابتره، بنیادهای اخلاقی هم سستره. شما پول بخی در یمن هزینه میکنی، در عراق، در سوریه، در لبنان، در هر جای هزینه میکنی، طبیعتاً 4 تا عکس خامنه‌ای هم بالا میبرن، برای شما 2 تا هم برنامه عزاداری حسینی انجام میدن و انگامی که اون رگ قطع بشه، همچنان که جناب پاشایی گفت رگ مالی که قطع بشه، شما میبینی همونایی که برات هورا میکشیدن حالا برات سنگ پرت میکنن. جمهوری اسلامی رگ مالیش محدود شد، خیلی محدود شد در دوره ترامپ. الان نمیدونم چه کار میکنن، ولی پرداختایی که میکردند بسیار محدود شد، قطع نشد. اگه یه روزی کامل قطع بشه مطمئنن همون گروهایی که خودشون درست کردن تو منطقه بلای جونشون خواهند شد. سپاسگزارم از شما. بله، حتی میشه گفت که بعد از مرگ قاسم سلیمانی بود که دیدیم اتفاقا اعتراضات مردم لبنان و عراق اتفاقا خیلی افزایش پیدا کرد به مسائل اقتصادی به واسطه مشکلات اقتصادی که در کشورشون در جریان بود و مسلما همونطور که خود سید حسن نصرالله هم بارها اعلام کرده تا زمانی که در ایران پول هست حزب الله هم پول داره، این عدم حضور قاسم سلیمانی حتما در این ارسال وجوهات خللی رو وارد کرده. خانم سپهری، تمام این توضیحات رو دادیم، شنیدیم و
میدونیم که اون نه تنها در واقع در سرکوب مردم ایران در اعتراضات مختلف نقش داشته، بسیاری از خانواده های سوری هم قربانی و به نوعی عزادار عزیزانی هستند که به واسطه حضور قاسم سلیمانی و حمایت او در سرکوب از بشار اسد در سرکوب مردم معترض، ما این خانواده ها رو هم داریم، این قربانیان سوری رو هم داریم. فکر میکنید که تاریخ و مردمان چه قضاوتی نسبت به این شخصیت خواهند داشت و او رو چگونه در آینه تاریخ خواهیم دید؟ همونطور که گفتین، علاوه بر مردم ایران که قربانی دست قاسم سلیمانی بودن، مردم عراق و سوریه و بیش از 500,000 آدم رو کشت، میلیون ها آدم رو آواره کرد از خود سوریه، میلیون ها آدم از جابجا شدن در داخل سوریه. پس جمهوری اسلامی توسط قاسم سلیمانی یک ماشین پخش پول بود که بره اسلحه تهیه کنه و بره تمام تروریست های منطقه رو جمع کنه. و یکی از سرداران سپاه چند وقت پیش اعلام کرد که 5 ارتش درست کرد، 5 نیروی مسلح آماده کرد، فاطمیون، زینبیون و حزب الله و حوثی های یمن، و به اینها افتخار می کردن. و آیندگان بسیار نسبت به رفتار قاسم سلیمانی و پولهای بی حد و حسابی که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار داد و قضاوت خواهند کرد. آیندگان نسبت به قاسم سلیمانی نفرت خواهند داشت. عزیزانشون رو کشت، مردم رو آواره کرد، ناامنی در منطقه ایجاد کرد، تروریست ها رو تقویت کرد. و تمام این اتفاقایی که در خاورمیانه در این چندین سال اتفاق افتاد، همه و همه توسط قاسم سلیمانی بود. و پولهایی که از سفره من و امثال من از ایران توسط آقای خامنه ای به دست او میرسید. آیندگان بد خواهند قضاوت کرد راجع به قاسم سلیمانی، همونطور که راجع به کسانی که مانند او کشتارهای زیادی در جنگهای قبل از او انجام دادند، مانند جنگ جهانی دوم. و قاسم سلیمانی خیلی جنایت کرده، ما هنوز خیلی چیزها رو نمیدونیم و آیندگان خواهند قضاوت کرد. این یک فردی بود که برای انسانیت هیچ حق و حقوقی قائل نبود جز اینکه رضایت رهبرش رو که هلال شیعه برای او فراهم کنه و منطقه رو ناامن قرار بده. و آیندگان در رابطه با قاسم سلیمانی تأسف خواهند خورد که این همه جنایت رو برای چی؟ برای حفظ بشار اسد. یکی از فرمانده های سپاه گفت خامنه ای مخصوصاً آقای سلیمانی رو فرستاد و گفت برو بشار اسد رو حفظ کن، در حالی که به ما ملت ایران اومدن و گفتن مدافعین حرم. پس مدافعین حرم نبود، مدافعین حرم بشار اسد بودن. جنایت هایی که اونها در سوریه کردن هرگز فراموش نخواهد. سپاسگزارم از شما. بله خانم سپهری، من این رو خیلی خوب به یاد میارم که زمانی که جمهوری اسلامی به نوعی حضور دخالت نظامی خودش رو در سوریه آغاز کرده بود، این بسیار از اذهان عموم و رسانه ها پنهان مانده بود. و زمانی که یک عده‌ای از این سربازان ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی دستگیر میشن توسط مردم سوریه و این در فضای اجتماعی فیلمهاش منتشر میشه در شبکه های مجازی، آنجا بود که جمهوری اسلامی میاد اعلام میکنه که آنجا هستیم برای اینکه از حرم حضرت زینب دفاع بکنیم، حرمی که حتی در واقع موجودیت تاریخی خودش در اون منطقه هم درش تردید وجود داره. و سپس هم در واقع ادامه دادن که برای شکست داعش و خلاصه شخصیت های مثل رائفی پور هم آمدند و گفتند اگر با داعش در سوریه نجنگیم باید در داخل ایران بجنگیم. و قاسم سلیمانی مرد و ما داعش رو در داخل کشورمون نداریم. البته خوشحالم هستیم. جناب پاشایی،
یه مقدار برگردیم روی این تبلیغاتی که جمهوری اسلامی مخصوصا امسال شدیدن و البته که در سالیان قبل هم در مورد این شخصیت داره. او رو ملیگرا معرفی میکنه و سعی میکنه که از اون یک شخصیتی مثل مثلا سرداران ایرانی پیش از اسلام، مثل شخصیت هایی مثل آریو برزن و یا سورنا، از اون خلق بکنه. شما فکر میکنید که هدف از این کار چیست و فکر میکنید که آیا این شخصیت با در این دوره زمانی که مردم دسترسی به اطلاعات دارن، میتونن سریع متوجه اخبار بشن و از جزئیات تا حدودی سر در بیارن، آیا میشود که قاسم سلیمانی رو در تاریخ با همین عنوان ها ثبت کرد؟ در حقیقت ما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی برای همه مردم دنیا یا برای ماها صحبت نمی کنه، برای طرفداران خودش و کسانی که به اون تبلیغات ها باور دارن صحبت میکنه. من امیدوار بودم که سلیمانی حداقل اسم چند تا از به سرداران تاریخی ایران رو حتی کاش به گوش شنیده بود، نمیگم حالا بهشون باور داشت، حداقل به گوش شنیده بود و اسم اونها رو حداقل میتونه چند بار تکرار کنه. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بند تشکیل خودش می نویسد که این سپاه تشکیل می شود برای حفظ و حراست از انقلاب اسلامی و هیچ نامی از ایران و هیچ نامی از بساب در حقیقت سرزمین ایران در اون دیده نمی شود و هیچون مأموریتی هم سپاه در این مورد نداره که از ایران حفاظت کنه. اون فقط آمده است که از انقلاب اسلامی حفاظت کنه و صادر کند انقلاب رو به کشورهای دیگه. یعنی دولت جمهوری اسلامی در روز که تشکیل شد برای سپاه، برای صدور انقلابش مأموریت رو به بخش روشنفکر دانشگاهی آکادمیک نداد، اینو به سپاه داد که ما به ضرب و زور نظامی انقلاب رو به کشورهای دیگه منتقل کنیم. در این حال که ما فراموش نکنیم در سالهای اخیر طبیعی است که جوانان ایران گرایش بسیار زیادی به مسئله ناسیونالیسم دارن، به مسئله ایران گرایی دارن، به مسئله ایران شهری دارن، به مسئله ایران گذشته دارن و میبینن که به اصطلاح وقتی آشنا میشن با تاریخ گذشته خودشون و میبینن که این سرزمین که افتخاراتی رو برای اونها به حساب رقم زده، طبیعی که جمهوری اسلامی توجه جلب میشه به اینجا و تلاش میکنه از این بخش توجه مردم ایران و جوانان ایران استفاده کنه و سلیمانی رو جا بندازه. همه ما میدونیم که به حساب سپاه دولت جمهوری اسلامی و خامنه ای تلاش میکرد سلیمانی رو یک چهره ملی و ملی معرفی کنه، برای که رو داشت میساخت برای انتخاباتی که رئیسی در انتخاب شد. اگر سلیمانی زنده بود مطمئن باشیم که سلیمانی رو کاندیدا میکردن و سلیمانی به عنوان چهره ملی به مردم و تلاش میکردن که به مردم و جوانان غالب کنند و اون به حساب یک حالت تقدسی بهش میداد، به خاطر موضوعی که او رفته به سوریه و پرچم امپراتوری ایران رو تا مرد مدیترانه برده. این حرفی بود که به حساب بسیار تکرار میشد، بسیار زده میشد که او رفته و به حساب پرچم طرفدارانه و افتخار امپراتوری ایران رو تا سوریه برده است. اصلا که اصلا حتی با این الفاظ و با این لغت ها آشنا نبود، ولی کسی برایش که کلاسی میداشت حداقل بهش دو کلمه از این حرفا یاد میداد. ما به ترامپ در زمان خودش به حساب آقای به دوستی فهمیدن نظر امنیتی، سلیمانی از مدت ها و از سال های پیش در حقیقت توی تور اطلاعاتی آمریکا بود و چندین بار میخواستن بزننش، ولی دولت دموکرات آمریکا زیر تبلیغات به حساب لابی جمهوری اسلامی همیشه این فکر میکرد که اگر من کار رو بکنم امکان داره درگیری ها گسترده تر بشه و درگیری ها بالا بگیره. ولی ترامپ آدمی بود که به نظر من به درستی روحیه جمهوری اسلامی رو میشناخت و میدونست با اونها فقط باید با مشت آهنین صحبت کرد و دیدیم که در زمانی که او با مشت آهنین صحبت کرد اینها بسیار عقب کشیدن و مثلا در واقع مثل لاک پشت رفتن تو لاک خودشون و دفعه اولی نبود که به حساب سلیمانی در تور اطلاعاتی آمریکایی ها بود. قبلا بارها گفته شده بود که در قرار بود بزنش و دولت‌های اوباما و همسالون مخالفت می‌کردن با این اتفاق و این زدن و ترامپی کاری کرد و دیدیم که درست شد و حقیقتا من این اگر سلیمانی زنده بود رئیسی امروز در حقیقت رئیس جمهور نبود بلکه سلیمانی رو به عنوان می‌دیدیم که به حساب خود اطلاعاتی های ایران، خود سپاه پاسداران، خود وابستگان دولت تلاش میکردن که سلیمانی رو در قالب رضا شاه جلوه بدن.
که ما در یک نظاشایی بوده است و این نظاشا آمده با حساب نظامی بوده است قدرتمند و ایران رو ساخته و امروز ما احتیاج به یک نظاشای دیگری داریم و متأسفانه نظاشا در نزدیکی فرودگاه بغداد نظاشای دوم ساخت جمهوری اسلامی در نزدیکی فرودگاه بغداد پود شد و نتونست به خودش حفظ کنیم و بسیار در دوروبر رضا شاه به حساب تبلیغات میشد، پروپاگاندا میشد و این رو میخواستن در قیافه ایشون تجسم کنن و خیلی از زندگی محقرانه، زندگی به حساب مستضعفی ایشون صحبت میکردن. ولی دیدیم که دیروز پیروز دختر ایشون با تلفن آیفون پرو 13 که اقلا 70 میلیون تومان در ایران میارزه به حساب در انظار ظاهر شد و هیچ ابایی نداشت از این خود نمایی کنه که من تونستم آخرین تلفن آیفون مثلا آمریکایی رو به دست بیارم، در صورتی که خب با ایشون با تلفن مدل پوینتر هم میتونست کاراشو انجام بده. ولی حتما اون تفخری که در وجود دختر سلیمانی بود که نشون بده به کارگران و به حساب طبقه مستضعف ایران نشون بده که نه من با شما فرق دارم، من به حساب آدم این همچین تلفنی دست در صورتی بچهای ایرانی بود در مدارس برای یک دونه تلفن معمولی یا یک دونه به حساب سیستم کامپیوتری معمولی حتی کلاس هاشون تعطیل میشه، حتی مدرسه هاشون تعطیل میشه، دست سیستم و چون اصلا مدرسه وجود نداره که بخواد تعطیل بشه. و حقیقتا من معتقدم که اتفاقی که در فرودگاه بغداد افتاد یک بلا رو از سر مردم ایران کم کرده، که یک ضایعه رو از سر مردم ایران واقعا به حساب کم کرد که این آدمی که همونجوری خانم سپری هم به درستی فر بودن در چندین ریزش مردم ایران رو سرکوب کرده بود و بعد را به حال اون دولتی که واقعا ننگ و شرم بر اون سرداری که به حساب از خارج از کشور لات‌ها رو اجیر کنه بیاره به کشور خودش و به اونها به حساب پول بدهد که مردم ایران رو وقتی که به حساب پولشون خورده میشه، وقتی به حساب زندگیشون در نمیگذره و اعتراض به این کار میکنن، آب کشورشون از بین میره، خاک کشورشون فروخته میشه و اعتراض میکنن، لات‌های خارجی رو به ایران بیاره و از اونها پول بده که مردم کشورش رو سرکوب کنه و بکشن و به حساب در حقیقت باعث من اگه روزی خدای سلیمانی بودم که خوشبختانه نیستم، حقیقتا باید خودم رو میکشتم اگر چنین رفتار و چنین اموال و چنین کردار از من سر میزد و میدیدم که دختر 12 ساله ایرانی تن فروشی میکنه ولی من پولش رو میبرم و به جیب این لات عراقی میریزم. سپاسگزارم. نه آقای پاشایی، به نظر نمیاد که هر کسی بتواند در جایگاه اون فرد قرار بگیره. ما به زعم خودمون و جمهوری اسلامی هم به زعم خودش. جناب نژاد، در راستای همین صحبتی که داریم راجع به ملی گرایی میکنیم، ناسیونالیسم میکنیم، من ویدیویی رو دارم و خودم دیدم و متاسفانه وقتی که پستش کردم در صفحات مجازی خودم با اخطار و هشدار روبرو شدم که باید این رو پاک بکنم و اون هم ویدیویی بود مربوط به قاسم سلیمانی که از او به عنوان سردار ملی نام میبرند که علناً اذعان میکرد که چه اهمیتی دارد که پاسپورت ایرانی ارزش و اعتبار نداشته باشه. پاسپورت شناسنامه ایست و به نوعی برگه هویتی هر فردی است که از سرزمین خودش به سرزمین دیگر میره و اینکه این برگه هویت چقدر اعتبار داشته باشه در سطح بین الملل و من بتونم فقط صرفاً با داشتن اون برگه به چندین کشور مختلف بتونم سفر بکنم، این خیلی به هر حال مسئله مهمی در اعتبار کشور هاست. حتی حالا جمهوری اسلامی این مفهومی که از ناسیونالیسم ساخته یا میخواد بسازه چیست و چگونه داره یک تعریف جدیدی شاید از ناسیونالیسم ارائه میده و فرق اون با اون حس میهن پرستی، من توی پرانتز اشاره بکنم که میهن پرستی از واژه پرستاری میاد و نه عبادت کردن و پرستش، این میهن پرستی ایرانی میتونه در تقابل با این مفهومی که جمهوری اسلامی از ناسیونالیسم داره تولید میکنه مقابله بکنه؟ جمهوری اسلامی بارها و بارها ملیگرایی رو کوبیده، یعنی نه فقط در عمل، در سخن هم گفته و همیشه استناد داده به جمله خمینی که گفت ملیگرایی خلاف اسلام است. و درست هم میگه، ملیگرایی نشنالیزم خلاف اسلامه، اینا با هم در تضادن.
اون امتگرایی است و این ملتگرایی و ملیگرایی. جمهوری اسلامی نمیکوشه که بیاد یه ورژن یا نسخه از ناسیونالیسم رو تعریف کنه بر اساس اون بخواد مانو بده، بلکه کاری که میکنه میخواد مصادره به مطلوب کنه احساسات ملی رو. شما به هر حال اتاق فکر داره جمهوری اسلامی، آمار میگیره و نظرسنجی میکنه، میاد میبینه فرض کنید نبض جامعه با ایرانگرایی هماهنگ تره، حرکت های اعتراضی هم که میشه شعارها شعارهای ایرانگرایانه است، شما توی دکوراسیون مغازه و هتل و رستوران هم جلوه های ایرانی رو میبینید، تو گردن آویز هم میبینید یا فروهره یا نمیدونم سرباز هخامنشیه، شما توی تصاویر میبینید که آرش کمانگیر و پاسارگاد و توس و این گونه به هر حال نمادهای ایرانی در جای جای ایران داره خودشو نشون میده و استقبال از اینها به اتاق فکر جمهوری اسلامی میگه که بعضی مواقع باید بر این تبل بزنی برای اینکه بتوانی تو تبلیغاتت کم نیاری، چون تبلیغات اسلامی و شیعه دیگه 43 سال نخنما شده، ازش خیلی استفاده شده و دیگه توانش محدوده و الان بخش محدودی از جامعه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، ولی بخش بزرگتر رو باید رفت با شعارهای ملی تحت تاثیر قرار داد. جمهوری اسلامی چون سرشت و گوهرش ضد ایرانی است، ضد ملی است، نمیتونه این کارو درست انجام بده. هنگامی که مثلا انتخابات داره، یعنی دو روز پشت سر هم داره سرود ایران مرز پرگوه رو پخش میکنه، در حالی که در طول سال اصلا اعتقادی به این نداره. صحبت از برخی از بنیادهای ملی میکنه برای هنگامی که تو ضعف و مردم رو نیاز داره که بیان پای صندوق یا بیان توی تظاهراتی و خودی نشون بدن. جمهوری اسلامی به خاطر ماهیتش در هنگام تشکیل ضد ایرانی تشکیل شد، از روز آغاز ادعای ایرانگرایی نداشت، ادعای نشنالیزم یا ملیگرایی نداشت و حتی میهن پرستی رو هم خوب نمیدونست. اگر جنگ ایران و عراق نشده بود، اینا حتی در حد شعار هم برای دفاع از کشور حرف نمی زدن، چون اصولا برای اینها یک شیعه یمنی یا لبنانی به مراتب خودی تره تا یه ایرانی غیر معتقد به اسلام آقایون در مازندران یا تهران یا سیستان یا همدان. در نتیجه چون بنیاد ملی و اشتراکات ملی رو باور نداره، بر دو تا طبل کوبیده، یک طبل اسلامگرایی، دو دست گروه های قومی رو باز گذاشته برای سمپاشی، چون حس میکنه گروه های قومی میاین و بنیادهای ملی رو تضعیف میکنن و ایران رو در برابر اسلام زمین میزنن. این تفسیر یا تصور اشتباهی که جمهوری اسلامی داشته و این دست رو باز گذاشته و برای همین امروز ما در ایران هم با جمهوری اسلامی باید روبروی بکنیم، هم با جریانات ضد ملی که ما بهشون میگیم قومگرا، قبیله‌گرا، و جمهوری اسلامی در تمام ساختار حکومتیش اینها رو بازی داده و میبینید همه به نام حفظ نظام، به نام پیروی از آیت الله خامنه‌ای، به عنوانی که ما پاسدار اسلام هستیم، بر این جریان دامن زدن. جمهوری اسلامی نه در عمل نه در سخن هیچ پیوندی با ناسیونالیسم ایرانی نداره. سپاسگزارم از شما. خانم سپهری، کمتر از 30 ثانیه وقت داریم و من میخوام یک جمله کوتاهی اگر دارید در پایان برنامه به بینندگان ما بگید که با جمله شما برنامه رو به پایان برسونیم. من بگم قاسم سلیمانی برای منطقه و برای مردم ایران یک جنایتکاری بیش نبود و متاسفم که اون همه کودک در سوریه به دست او کشته شد. سپاسگزارم از شما. با همین جمله این برنامه و این نوبت از چالش رو به پایان میرسونیم. سپاسگزارم از آقای نژاد، آقای پاشایی و خانم سپهری گرامی. تا چالش دیگر در پناه یزدان ایران بمانید.